فوتبال جهانی پهناور با زبان مشترک. برای فهمیدنش نیاز نیست فوتبالیست باشین، باید عاشق باشن. عاشق این مهمترین پدیده عصر حاضر که با اولین لمس توپ راهی برای نفوذ به روحتون پیدا میکنه. از شدت هیجانش قلبتون به قفسه سینه میکوبه، اشکتون رو در میاره، از خوشحالی سرتون به آسمون میرسه و مثل عشق دلیل همه کارهای روزمره‌تون میشه. و اینجاست که ماجراجویی شروع میشه. ماجراجویی برای پیدا کردن عاشقان حقیقی، برای پیدا کردن کسایی که توپ فوتبال به اندازه لباس تن بهشون نزدیکه. از هر چهار گوشه ایران، از زمین‌های خاکی تا مجهزترین مدارس فوتبال کشور، از کوچه پس کوچه ها تا هر جایی که بچه‌ای هست با توپ و دروازه‌اش، بیننده همراهان شبکه 3 و مسابقه بزرگ ستاره ساز، به شب پنجم مرحله نهایی مسابقه ستاره ساز رسیدیم. شاید شروع بد خودشون رو با یه پایان خوب و خوش به اتمام برسونن و تبدیلش بکنن. حالا ستاره های ما در مرحله پنجم مرحله نهایی انشاءالله که بتونن به اون چیزی که میخوان برسن، چرا که این بازگشت موفقیت آمیز میتونه عملکرد اونها رو به شکل خیلی مطلوبی در فوتبال ایران به نمایش در بیاره. انگار راست میگه پپ گواردیولا، کسانی که از اشتباهات خودشون درس میگیرن و جبران میکنن میتونن ستاره هایی بشن که خیلی زود چشمک میزنن به موفقیت ها. بریم سراغ مربیانمون. خیلی خیلی خوش اومدین آقایون و خانم ها، به افتخار خودتون خواهش میکنم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم و از اینکه ستاره ها رو تنها نمیذارید متشکر و ممنونیم. جناب آقای فیروز کریمی، آقای خداداد عزیزی، آقای ادمون بزی و آقای مشتاق جباری هم که مثل همیشه سر حال آماده. خیلی خوش اومدین، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون حضار محترم و همکاران عزیزم عرض ادب و سلام دارم. انشالله که امروز هم شاهد یک رقابت جانانه و نزدیک باشیم. انشالله. آقای عزیزی، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان شما، همکارا و بیننده های شبکه سه. آقای بزیک، سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامی، مربی های دوست داشتنی و حضار محترم در خدمت شما. آقای جباری، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه حضار محترم، بینندگان خوب شبکه 3 در خدمت هستم. خیلی متشکرم. می‌خوام بریم سراغ بخش اول. ما قبلش دو نکته. نکته اول در مورد رأی شما هست که 6 رأی 30 امتیازی رو دارید و میتونید به ستاره ها رأی بدید و باعث جذابیت و جابجایی اونها در جدول مرحله نهایی مسابقه ستاره ساز بشید. و نکته دوم در خصوص اپلیکیشن آب هست که همراه همشگی برنامه ستاره سازه. و اگه میخواین یک سال اینترنت و مکالمه رایگان داشته باشید، فقط کافی که از طریق اپلیکیشن آب بسته اینترنتی یا شارژ برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه رو خریداری بفرمایید. به سایتشون 733.ir مراجعه بکنید یا 1-230-733 بفرستید و شما هم به خانواده بزرگ و 30 میلیون نفری آب اضافه بشید.
تمدید زمان ثبت نام برای فصل دوم ستاره ساز. آخرین فرصت برای همه کسایی که رویای ستاره شدن دارند. فقط تا 25 تیر ماه فرصت دارید تا با مراجعه به وبگاه ستاره برتر شانس خودتون برای حضور در فصل دوم ستاره ساز رو امتحان کنید. بریم آقای سنجری. این دوتا با هم مشکل دارن از الان. الان آقا مشتبه یه چیزی به ادمون رو ادمون جواب داد. هنو باز چون داد در قالب تیکه حرف شما. چرا مثلا من چی گفتم به شما؟ از این مستقیم تر؟ نه به من بعدش داد. این الان من درگیرم. درگیری استقلال و پت بود. من این وسط شما رو وسط دارید که شما رو توی دوباره بکنید. مود کنید در قضیه رو آقای احمدی با. آقای بزیک میگفتش که پای راستش رو اگه لگد کردی همون که بخیه داره، ولی مردانه از خواهی کن، میتونی لگد کنی ولی مردانه باید از خواهی. نکته خوبی بود در حال، نکته خوبیه. حالا این هم ما چیز گفتیم اینو گوش نکن، هم یکی گوش نکن. عباس پای چپش باز بگیر. نه این که گوش چپ پای را سوارز مونه. بریم آقا بریم آقای سنجری با زمان اول آقا مشتاجده می بلنشن و 3-2-1 رو شروع و امیرحسین شخص سواری صاحب توپه عباس رو مقابل داره. حالا اونجا کار با توپش انجام میده و دو بازیکن مقابل هم ایستادن گوشه زمین. هر دوتاشون هم 20 امتیاز این بازی رو میخوان، یعنی خیلی براشون مهمه. یه حرکت عباس کعریزی گوشه زمین مثل بی که نمیذاره امیرسه بره بیرون. یه بار دیگه امیرسه شخص سواری ثابت توپه روی پای راستش عباس کعریزی توپه بین پاش رد شد دوباره توپه رو حالا تاکشو از دست داده دوباره عباس کعریزی رو باره کعریزی هیچ وقت نباید بیوکی باره کعریزی سیاوش عباس نباید بیوکی باقایش خوبه سیاوش امیری هم داشتیم تو تصویر. سیاوش عالی. یه بار دیگه امیرحسین شخص سواری بازیکن بسیار تکنیکیه امیرحسین شخص سواری. حالا عباس کهرزی حسن هم با خودش نشون میده. دوباره خود عباس کهرزی به داخل توپ اول رو گرفته، تغییر مسیر رو هم میخواد اینجا بده. دست گرفته و پیراهنم گرفته. خوش گله دوزار قربتی ننش گرفته کشیده دیگه. خوش گله خطا سر دست پیرهنم گرفت کشیده. حالا پیرهنم گرفت کشید. دوستان تشویقاتون رو باشن. عباس 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 شخص سواری و ضربه که میزنه با توپی که رفته بیرون و حالا دوباره کاردوما بشه. حسن حسینی فاصله آقای هلالی توپ رو تو زمین دیگه حالا توپ رو بنداز اسماعیل یرکت اقلیس شخص سواری پا آواز میکنه. تشویق دوستان فراموش نه تکمیل نمی کنید بچه ها رو و تمومه زمان اول بدون گل مساوی. عباس هر دو تا هم به 20 امتیاز این بازی نیاز دارن. خب فراغ زمان دوم تقابل عباس و شما راحت عزیز با سوت آقای سنجری اسدی شما رو عذرخواهی می‌کنم به فهم خواهش می‌کنم دوره عباس کهریزی حرکتی که انجام داد حالا زبر شد دفاع کن دفاع کن عباس دفاع کن عباس دفاع کن پای ریز عباس پای ریز. آره در حالی که فوتبال می‌بینید انجامه این حرکت رو نمی‌کنه داشته باش چپش حالا رایم بدید بازی شد یک یک مساوی و مسئولیت امیر شهر سواری دوره صحبت می‌کنه. آقای دکتر بفرمایید خواهش می‌کنم 3-2 بریم سراغ ادامه. امیر حسین گل مساوی رو زده و حالا بازم عباس صاحب توپه یا فاوض میکنه. خود عباس کریزی انقدر بازی ها جذاب هست که بیشتر تماشاگرا ترجیح میدن بازی ها رو ببینن تا بخوام تشویق هم بکنن. یه بار دیگه عباس کریزی صاحب توپ روی پای چپ حالا میزنه رو به همراه داشتیم. دوباره فاوض کردن عباس کریزی و حالا زاویه محکم زمان یار بالا خورده و به بیرون رفته دوباره دوباره میشه عباس شخص سواری بالا سیبون خوبه. خوش شانس هم بود سیاوش که توپه تو چارچوب هم تو داشت فابیان بارتزی فقط نگاه می‌کرد. سیاوش توپو عباس کریزی سر بگونه دوپا عباس هشت کن عباس به نفع عباس کریزی. زمان داره به سرعت سفره میشه 20 ثانیه دارم فقط زمان باقی مونده. پاور کردنه امیرحسین یه وقت خود گوشه زمین دست گذاشته و دارم یه خطا نیست و کار باید دنبال بشه. دوباره عباس کریزیه و امیرحسین بالاخره دورش میزنه تک به تک اصلا بیرونه جا میمونه و این هم گل سوم. بازی میشه 3-1 به نفع عباس کریزی. بازی میشه 3-1 به نفع عباس کریزی. امیرحسین بازم داره
تمرکزش از دست میده. سفیکیه امیرحسین دوباره جواب نمیده. وقتی بوش عباس بیرون زد خیلی خیلی به این 20 امتیاز نیاز داشتش. هم امیرحسین و هم عباس جهریزی شون عباس سجادی هم فاصله گرفته و تمومه و تمومه و 20 امتیاز رو میگیره عباس جهریزی و میشه 287 امتیازی. امیرحسین باری کرد امیرحسین مگه پا درد نمی کنه؟ خب این چیه اینجوری از بالا سرت میخوای بیاری؟ اصلا گیرم که از بالا سرش رد چه با اون پا میتونی استارت بزنی؟ باری کرد امیرحسین باری کرد. هر دو بازیکن از تیم آقای مشتبه جباری، آقای سنجری، آقای تقوی بریم سراغ زمان اول. رامین رو زرشیا میلاد بهرامیان رو یرکت بهرامیان رد شده اونجا از سجادی زربش رو میخواد بزنه و نمیذاره اونجا مرتضا دوباره میلاد کارشون کاره قشنگ و تکنیکیه. میلاد بهرامیان رو شاهد بودیم دوباره خود میلاد کاره گرفته بلان رو سکون کرده اونجا خریدان که من خود حالا خطا خطی اول رو مرتضا سجادی مرتکب شده دوباره عرشی ها را این دو اونجا میلاد رشو بهرامیان رو زبش خوب نیست مرتضا صاحب تور میشه رفت رو کار پرشین رو انجام میده اونجا میلاد بهرامیان گرکر زبی محکم تو به پای بهرامیان خورده و بیرون رفته. آقای شیرزاد داره مرتب صحبت میکنه و حالا آریان صاحب توپه مرتضا سجادی به پای چپ تغییر مسیر ناگهانی دوباره خود مرتضا صاحب توپه تشویق میکنن بهرامیان رو حاضر در استودیوی ستاره ساز درمی که روزنه با خوب با خوبششون داد عرشی ها با پای چپش توپ رو دور میکنه عرشی ها یه بار دیگه سجادی به تغییر مسیر زبی محکم و توپ از کنار دروازه به بیرون میده بار وقت اول تمومه وقت اول تموم استراحت یا عوض تا بریم سراغ زمان دوم. شما که همراه ما هستید برای سفرهایی که میخواین از طریق اتوبوس داشته باشین حتما آپ رو فراموش نکنید. تمامی شرکت های مسافربری رو میتونید همینجا رصد بکنید و بهترین خرید رو برای سفرهای با اتوبوس خودتون داشته باشید از طریق اپلیکیشن آپ. مثلا میخواین شما برید مسافرت این نیازیست بریم مثلا پایانه بیستی بلیت رو آره مثلا بخوای بلیت رو بخری رو سفر بخوای بری تو این گرما دنبال اتوبوس این و اون خیلی راحت هم صندلی رو انتخاب می‌کنید هم بلیت از اون رو می‌گیرید و هم به راحتی می‌تونید از طریق اپلیکیشن آب بلیت اتوبوس رو بگیرید و هم اونجا شهر به شهر سفر بکنید کلی کیف کنید. تابستون 98 پس آب رو فراموش نکنید. سایتش رو 733.ir مراجعه می‌کنیم یا 1-2-0-7-33 بریم سراغ زمان دوم و تقابل میلاد و مرتضی سجادی عزیز و مرتضی هم شروع میکنه زبیه زمینی مرتضی توپ از کنار دروازه عرشیا رفته بیرون و دوباره عرشیا برگردانده کار آغاز میکنه. میلاد بهرامیان فاوز میکنه خود میلاد اگه ببره خیلی کمک کرده به عباس کهریزی. میلاد بهرامیان اما سجادی هم نمیخواد بذاره که فاصلش کمتر بشه با رقبا دست گذاشته و ستون کرده بدن خودش رو یه بار دیگه یه حرکت بازیکنان تیم آقای جباری با همدیگه رقابت دارن و خطای میلاد بهرامیان گرفته چون خطاها یک یک مساوی میشه خطای یکی که دست توی رفت اونجا ظاهرا داور دیده که زده به صورت و خطای دوم میلاد بهرامیان اعلام میشه. دو خطایی میشه میلاد خطای بعدیش پنالتی خواهد داشت برای مرتضی باید مراقب باشه میلاد یه بار دیگه مرتضی حرکت که انجام میشه همشو محکم میزنه باره کلا به عرشی ها حالا میلاد بهرامیان سر تو دوباره تغییر مسیر میده به زرمش رو حالا میگیره اونجا آریان باره کلا آریان باره کلا آریان و باره کلا به عرشی ها هر دو دروازه‌بان عالی هر دو دروازه‌بان عالی و واکنش‌های بی‌نظیر و خوبی رو روی توپ داشتن. بالاخره گل می‌زنه و بازی شده یک بر صفر نفر سجادی کار میلاد
سخت بود، سخت میشه یه وقت سر و توبید و پنالتی هم داد و خودش هم مظلوم کرد و بلند خلاصه برخورده جدی بوده. زمینه که معتقدن بچه ها توپه از خط کامل رد شده بود آقای بان. نه اصلا رد نشد، اصلا رد نشد. دوتا بود بعید میدونم ولی حالا خب خطای امیدو به بهرامیان گرفته شده، خودش هم مصدوم کرده و دو ثانیه هم بیشتر باقی نمونده و پنالتی برای مرتضی سجادی عزیز که با سوت آقای سنجری مرتضی دروازه رو خواهد زد. بازی هم یک بر صفر میزنه و بازی شد دو هیچ. تمام و با توجه به مصدومیت ریزی هم که آقای بهرامیان داره بازی با همین زمان باقی موندهش به اتمام میرسه. دو بر صفر طرف مرتضی سجادی. بریم سراغ زمان اول تقابل علی صفری و مهدی پوردرالی و مهدی پوردرالی هم آسانده زمان اول خواهد بود با سوت آقای سنجری، آقای تقوی هم که زمان رو دارن. آریان رو هم این روزه مهدی پوردرالی رو عجیب و غریب جفت بازی کنم میخوان امتیاز کامل این بازی که بیشتر رو یه خود قشنگ مهدی پوردرالی زمانشون میزن تو صفری مسئولش میبنده و حالا توپو گرفته خود علی صفری تو بس باش جدا شده همین کافیه که مهدی توش رو بزنه. دوباره صفری روی پای راست زمین محکم باکنش خوبه آریان بارکل آریان باکنش خوب آریان شفایی. دوباره علی صفری سر تو بیزنه تغییره مسئول بازم آریان زمین صفری رو برگردونده و حالا دو باکنش خوب رو آریان شفایی داشته. دوباره سفری زبیه محکم بازم آریان یه بار دیگه توپ که میره و حالا سیاوش تو در اختیار گرفته سفری بازی تقریبا به نفع اون داره. دو بار میشه و بالاخره گل میزنه. بالاخره گل میزنه و میخواه آریان رو نفس بگیر، نفس بگیر. به هر شکلی شده سفری میسه امتیاز این مسابقه رو بگیره. مهدی پوردرالی تقریبا عالی تقریبا با سیاوش تقریبا با سیاوش با حالا گل دوم علی رضا خواننده گل دوم که میشه دو هیچ. بازی رفع سفری آقای نظر که اونجا به مشکل بخوری یک گل رو جبران کرد با ضربه فنی و قشنگ مهدی پوردرالی. بازم سفری و تمومه زمان اول تمومه و خیلی خوب همه چی پیش رفته. آپ رو فراموش نکنید دارید در حالی که مسابقات خیلی جذاب دنبال میکنید دوستان اپلیکیشن آپ رو فراموش نکنن که کلی از اتفاقات مسافرت تابستون شما میتونه به آپ رقم بخوره. شما وقتی داری آپو میگی بله. نه با توفق بزنی برای اینکه خرید بلیت اتوبوسنا تاثیر داره دیگه قطعا. بله نه وقتی داری آپو میگی بله. با تمرکز کنی بله ذهنتو بدی تو خود آب نه بله. آب خوردن آب نه آب بله باش فکر کنی بله توپق نزنی شما به عنوان یه تو آینده درخشانی من در شما میبینم. خیلی لطف داری ممنونم. چرا میخندی وقتی به خدا من اصلا من نمیخندم. توجه کن به من اونور اونور نگاه نکن چشم. شما چون میدونم در آینده میتونی که بهترین و نفر اول گویندگان مجریان و همچنین میتونی به عنوان یک کارشناس فوتبال هم ورود کنی. بزرگواری شما باید تمرکز تو هم شما گاهی مواقع تمرکز در بین میره درسته و اونجاست که توپق وارد کارت میشه. زیادم نباید نزدیک بشی که توپ تو صورتت نخوره که دیگه عینک ندارم اصلا اینجام که وای میستی بله. سعی کن که جلوی دید ما رو نگیری که ما هی بهت گیر بدیم استرس به بچه ها نده بله و تون تون هر 3 دقیقه یه بار سعی کن خودت بله اینی که بهت تذکر بدن قشنگ نیست خودت باید آپو بگی هر 3 دقیقه یه بار 3 دقیقه یه بار خارج از قراردادمونه اب نداره هر هر 5 دقیقه چند دقیقه بار هر 10 دقیقه یه بار میتونم بگم شما باید بگی من از منم باید تشکر کنی. چشم خیلی متشکرم از آقای عزیزی و واقعا قدردان نکات فنی ایشون هم بودیم. بریم سراغ زمان دوم که ما دیگه الان راجب مجری کردیم بودم نکات خیلی خوبی رو ما
علیرضا صفری و مهدی پوردرانی بازی یک برده فنفه علیرضا صفری است و تو آقای سنجری بازی آغاز میشه دوباره صفری جام زحمتش رو میزنه به توپ تیر خورد بزنه تو سرتون چقدر زاویه تنگه خوب توپ رو زد بیرون مهدی پوردرانی و صفری اعتقادی به خطا داره یا نداره داور خطا رو گرفته دو خطای شد علیرضا صفری یه بار دیگه و مهدی پوردرانی با هم دیگه پوردرانی هستن بازی به نفع صفری در جریان هست صفری نباید به چرخ صفری علیرضا صفری بازی ها بی نظیر جذاب شده یعنی اوج هیجان رو مشاهد هستید مهدی پوردرانی و صفری اوج هیجان و مرحله نهایی ستاره ساز یه بار دیگه خورد نه داور اعتقادی به خطا این بار باشه نداره با کار باید دنبال مهدی پوردرانی صاحب توپه آقای بانک هرس میخوره اونجا پشت مانیتور یه حرکت دیگه مهدی پوردرانی حالا یه نیمچه برخورد داور اعتقادی به خطا نداشت و بازی میشه 3-1 باشه مهدی باشه مهدی بازی میشه 3-1 فقط وایس علیرضا وایس جلالی داره پیست امتیاز رو میگیره بزن ضربت رو بزن از یه سفری هم نداره لالا یالا یالا تمرینه یه بار دیگه دبیه آفری آری سفری آری سفری رو زمین بزن سفری زمین علی رضا عجله نکن راحت داره کم کم خودشو میرسونه سفری به مهدی آفری باری کرد لاله های باله جدول و بازی هم تموم میشه میخوایم بریم سراغ بخش دوم حتما از طریق آیگاب و مراجعه به صفحه ستاره برتر به ستاره ها رای بدید فقط کافیه 3 به 1044-27 بفرستین و همین الان آیگاب رو نصبش بکنید خیلی زود برمیگردید متشکرم تمدید زمان ثبت نام برای فصل دوم ستاره ساز آخرین فرصت برای همه کسایی که رویای ستاره شدن دارند فقط تا 25 تیر ماه فرصت دارید تا با مراجعه به وبگاه ستاره برتر شانس خودتون برای حضور در فصل دوم ستاره ساز رو امتحان کنید خیلی خیلی متشکرم و ممنونیم بریم سراغ بخش بعدی که بچه‌ها بعد از اون محلی که توپ هست و نور هم مشخص کرده محل قرارگیری این توپ ها رو ضربه ای رو بزنم به سمت این جعبه ها و این استخونه هایی که طراحی شده و بابت هر توپی که میتونن وارد این استخونه ها بکنن 5 امتیاز رو دریافت بکنن هر بازی کنن فقط 6 تا توپ داره سه نفر اولی که میان برای برگزاری چالش آقایان سجادی کهریزی و سفری خواهند بود به افتخارشون یه در فاصله بفرمایید ما نمیبینیم الان آقای عزیز بفرمایید الان خوبه خیلی بفرمایید با اول مورد سجادی نه پشت دری بود مثلا خیلی خوب بعد زرد به سر هم میزنه جعبه هایی که طراحی شده دستش بیاد قطعا امتیاز رو میگیره و مرتضا و با ولی مرتضا خیلی خوب ولی کلا ولی نگاهت به من رو دوست داشتم ولی کلا یه چیزی رو کرد عباس کریزی عزیز خب این که اصلا رابطه کننده نبود اون که نزدیک بزنه امتیاز عباس عالی بود دوباره دوباره عباس کریزی بزن زیره محمد عباس هم در خدمت این بله توپ اول همین دوزشو کم کن دوباره علیرضا صفری بریم سراغ سه نفر بعدی سه تا آبی پوشمون میان امیرحسین و پوردرانی و بهرامیان آری عزیز هست با پای راستش در زمین فنی رو بزنه نه نه خوبه خوبه امیرحسین توپ دوم امیرحسین به نظر من رفت باسته این چی بکنه این بهتری هنجو بگیره با نتونست بچه روش تورایی استفاده کرده بود امیر حسین میلاد بهرامیان
یا میلاد یا تورایی یا پشت دری، یکی استفاده. به روش تورایی داشت میزد امیرحسین شهر تورایی خیلی خوب. این اصطلاح جدیدی که ما توی برنامه ستاره‌ساز ادعا کردیم دیگه، توپی که میخوره میره توی دروازه تورایی میش میگن. برو آقا بریم بفهمیم، ما آماده ایم. میلاد به به بارکلا آقا پنجو میگیره. دو هزار فایده نداره، تو تک به تک خش کرد. یه دونه دیگه میلاد دوباره. آه. دو هزار فایده نداره. میلاد بارکلا خوب بود. میلاد عالی زیاد بود. خوب زد ولی زیاد. یه ذره دو ذره بود مهدی هم یه ذره زیاد خوب زده بود، خرجش زیاد بود ذره. دوباره مهدی پورجلالی خوبه. آی به نتونست مهدی سجادی و کهریزی و سفری دوباره میان تا ضرباتی رو به سمت این استوانه ها بزنن. میتونه رقابتشون توی این دو ضربه بعدی جذابتر هم باشه. بارکلا ضربه سوم مرتضا سجادی 5 امتیاز رو براش به همراه داشت. بارکلا بابا میشه 10 امتیازی مرتضا سجادی. عباس کهریزی عباس وسط بزن. نه عباس عباس ضربه بزن. ضربش رو عباس سفری عباس کهریزی خیلی دیگه ضربه بود. عباس درست بود، میخواست بزن به تو دماغ اون پشت سریه. آه بزن زیر تو بیاد بالا دیگه تو او بود. ضربه عباس کهریزی هم بدون امتیاز و حالا علیرضا سفری ضربه سوم. بارکلا 5 امتیاز رو میگیره علیرضا سفری. آقای حیدری کیف میکنه ها، چون از نزدیک تمرین کرده اینو بارها با بچه‌ها. 5 رو میگیرن بچه‌ها، کیف میکنه و نزدیک بود بشه 10 امتیازی که نشد. خوبه علیرضا خوب فعلا پیشدازه آقای مرتضی سجادی که تونسته 10 امتیاز رو بگیره. سه نفر بعدی شهسواری و بهرامیان و پورجلالی و امیرحسین شاه سواری ضربه سوم خودش رو خواهد زد. داش به کهریزی میگفت. آه نه. باید ضربه بزنه کهریزی. کهریزی تو بزن اینجوری. ببین آره چیپ بزن. این باید چیپ بزنه. آره چیپ بزن. چیپ بزنی بهتر. شاه سواری. نه ببین نه داد. نه علاقه اینه چیپ بزن. نمیتونه بزنه. ضربه بزن. یه ضربه بزن. آقا بیا. علاقه ای. آه 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 اون نمیتونه ضربه بزنه. همه قدر هم بزنه خوبه. یکم محکم تر بزنه. شاید یه قدرت بیشتر. برو جهت سواری. بارکلا تو سخت. نه نه. چاره نداره آقا پیدا. میلاد بهرامیان. بزن میلاد. تو اون چی کار داری؟ اتونست میلاد بهرامیان ضربه چهارمش. میلاد بهرامیان عزیز نزدیک بود. وسط همینه وسط. امتیاز رو بگیره نتونست مهدی پورجلالی. ببینیم مهدی چه کار خواهد کرد توی این. دورخی زیاد نمیخواد همون ضربه. حرکت. بریم مهدی بارکلا. 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 توپ انگار رفت و دوباره در اومد. انگار رفت و در اومد دوباره. توپه بدون امتیاز برای ضربه سوم. ضربه چهارم. ضربه چهارم مهدی پورجلالی. بارکلا بارکلا مهدی پورجلالی ضربه چهارمش 5 امتیاز براش به همراه داشت. مرتضا یه ذرم سر خورد. نداره اگه کمتر باشه جلو بخوره ممکنه بره پشت بره دیگه مشکله کمتر. دوباره مرتضا سجادی و نزدیک بود که بگیره نشد. با 10 امتیاز به کار خودش پایان میده سجادی و میشه 329 امتیازی عباس کهریزی. عباس مصروف بود. عباس اب نداره. عباس زعبش این با به سمت این استوانه ها نتونه. دوباره عباس نه نتونست. عباس رو بدون امتیاز به کار خودش پایان میده.
اختلاف سجادی با شهریزی کمی بیشتر هم میشه و علیرضا صفری به به ولی بدشان آروم تر بشه خوبه علیرضا دوباره باید زحمتش رو بزنه زوی آخر صفری خوبه نتونست و همون پنج امتیاز به کار خودش پایان میده علیرضا صفری پای چپ و نزدیک میدن دوباره امیرحسین شخص سواری ضربه پایانیش بارکلا امیرحسین با پای چپ ضربش رو زرد و پنج امتیاز رو گرفت تا بشه 247 امتیازی بریم ضربه پنجم میلاد بهرامیان عزیز هر وقت آماده میلاد جان ضربت رو بزن میلاد بهرامیان نزدیک بود ضربه پنجم ضربه آخره میلاد و بارکلا میلاد و میشه 10 امتیازی میلاد بهرامیان و 243 امتیاز در مجموع پورجلالی بزن مهدی پورجلالی خوب زد اما در نهایت با همون پنج امتیاز به کار خودش پایان میده تا بشه 221 امتیازی شما که همراه ما هستید آیگپ رو فراموش نکنید نصبش رو کنید و از طریق صفحه رسمی ستاره برتر به ستاره ها رای بدید فقط کافی 3 رو به سامانی 1044-27 پیامک بفرستین و همین الان آیگپ رو تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید میریم با بخش بعدی خیلی سریع برمیگردیم رقابت بی نظیر پر هیجان ادامه داره پایانی اما قبلش اگه میخواین یک سال اینترنت و مکالمه رایگان داشته باشید اپلیکیشن آفرو از دست ندید فرصت هم الان هست که بیاین با انجام یه تراکنش بسته اینترنتی جدید و یا شارژ برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه خودتون رو خریداری بفرمایید و توی قرعه کشی آپی ها شما هم دخیل باشید یک سال اینترنت رایگان میخوان یک سال مکالمه رایگان میخوان هم الان میتونید از طریق اپلیکیشن آب به این مهم برسید یا به سایتشون 733.ir مراجعه بکنید یا یک رو به 230-733 بفرستید و توی این جشنواره بهتره بگم دیگه پر از اینترنت و پر از مکالمه رایگان آب حتما شما هم دخیل باشید یه توضیح بدم برای دوستانمون اینجا قرار هست که بچه‌ها پا به توپ بشن با روپایی بعد قبل از نیمه ضربه رو بزنن 1-5-10 توی جبهه امتیاز خواهند گرفت ضربه به سمت دروازه کوچیک 2 امتیاز حرکت به سمت این هلیکوپتری که طراحی شده روی زمین و بعد هم ضربه به سمت چارچوب هر کسی فقط یک بار میاد و هر کسی هم میتونه شانس خودش رو برای زدن ضربه روپایی فقط 3 بار امتحان کنه وگرنه اون بخش رو از دست خواهد داد مهدی پورجلالی و سیاوش امیری عزیز بله نفرات اولی هستن که برای این چالش تشریف خواهند آورد خوش تکنیک قبل از نیمه ضربه 1-5-10 وسط و بالا مهدی بگیره آقای شیرداد میکارن ضربه‌ای که میزنه مهدی خبری از امتیاز نیست میره به سمت همون مانع زمینی گردان باید 10 ثانیه اونجا توپ هر شکلی هست مهدی نگه داره احسن تشویق نمی کنید مهدی پول در رو چقدر خوب داره این کار انجام میده و آفرین به هر شکلی بود توپ نگه داشت 10 ثانیه تمومه پنج امتیاز رو داره سیاوش به خوبی واکنش نشون میده و میشه 226 امتیازی مهدی پورجلالی عزیز نفر بعدی امیر حسین شخص سواری است و حسن حسینی هم توی دروازه میسته امیر حسین شخص سواری که کلی تکنیک هم داره و پای مصدومش خوب داره کار میکنه آخه بزن بولا نشه یک رفتی دوره امیر حسین این دروازه کوچیک دو امتیاز داره که نتونست
میره واسه حفظ توپ. تشویقا تر کشیده فکر کنم. نه صداها میاد و این نشون بوده که انرژی عمیق هست. یه حرکت خوب امیر حسین. برو ضربه بزنم. باید بره برای زدن ضربه. امتیاز رو میتونه امیر حسین بگیره یا خیر. بله زمینی محکم و پنج امتیاز رو میگیره. تابش 252 امتیازی امیر حسین شاه سواری عزیز. اما عباس کهریزی و عرشیا برزگرزاده نفرات بعدی هستن که باید بیان داخل زمین و عباس به امتیاز هم نیاز داره اگه میخواد از مرتضی سجادی عقب نمونه. ما آماده ایم. بریم بالا که عجله نکن. عباس کهریزی کارا قشنگ رو حفظ توپش سرمشون شده محکم و بیدقت گل بشه. بریم سریعتر عباس عباس رو میزنه. نه این دو امتیازی رو بچه ها نمیتونه نگاه به راحتی بگیرنش. حالا عباس که روزه حفظ توپ گرکت خیلی خوب میپرد فیلن نگه داشته عباس میخواد اینجا پنج و حضوری هست بگیره پنج امتیاز رو گرفته گلش هم عباس بارد امتیازی عباس کهریزی رو باره کلا عرشیا باره کلا عرشیا عرشیا باره کلا پنج امتیاز رو اینجا خوبا جزه اینا نیست نگیرید بی خود باره کلا میشه 292 امتیازی مرتضی و آریان خواهند اومد. مرتضی سجادی مرتضی تمامی این اسامی به قید قرعه مشخص شده. تو پا اینجا میکاری عقب نشینی میکنی ضربه میزنی تو حرکت نمیزنی ده رو میزنی بالا رو. مرتضی سجادی برای به هر تکی هفت درمش رو بزنه بین ده و پنج و یک بیشتر تماسیش رو اتفاق بکنه دقل پای دو امتیازیش. بله فعلا یه دو امتیاز رو داره. این واسه یه حفظ توپش اونجا سجادی سال قشنگ باری کل مرتضا خوبه بسر تموم در امتیاز رو ببینیم میتونه جفایی نمیذاره و هفت امتیاز آریان تو دروازه میمونه و میلاد بهرامیان نفر بعدی خواهد بود. 336 امتیازی میشه آقای سجادی. آریان شفایی با میلاد بهرامیان بری میلاد جان. میلاد بهرامیان آره کلا بالا رو بزن ببینیم کی میتونه اینجا بالاخره امتیاز رو بگیره. نه میلاد هم تونست این کار انجام بده. اینجا دو امتیازی هم نمیتونه متاسفانه میلاد حفظ توپش باید دقت کنه که اونجا یه ذره داره کاری سخت میشه میلاد. نه پنج امتیاز حفظ توپ رو هم نمیگیره و اینجا هم نمیگیره. آفای آریان بدون امتیاز باریکلا آریان باریکلا آریان شفایی با همون 243 امتیاز میلاد به کار خودش در چالش های امشب اتمام میرسونه کار خودش رو و علیرضا صفایی نفر آخری است که با سیاوش امیری خواهد اومد. کنترل خوبه سفری آریان اختمدارم بچه ها بگه آخرین نفر ده امتیاز رو میگیره. حالا دو هم میگیره میشه 12 امتیاز. عجله نکن عجله نکن. میخواست امتیاز کل این بخش رو علی سفری باید 10 ثانیه اونجا توپه رو هرجوری هست نگه داره. خوبه سفری تمومه. سفری گل 12 22 امتیاز کامل رو سفری میگیره. 22 امتیاز و میشه 286 امتیازی و فعلا رقابت بسیار زیاد هست بین سجادی و کهریزی و سفری. خیلی سریع ما برمیگردیم با ببینیم که مربیامون عملکرد بچه ها رو چگونه ارزیابی خواهند کرد و چه نمره رو به عملکرد این قسمت و سه چالش ستاره ها خواهند داد. رأیتون فراموش نشه از طریق وبگاهمون ستاره برتر دات آی آر به ستاره ها رأی بدید.
به راحتی میتونید توی جدول شما هم رقابت رو داغ‌تر بکنید. بر اساس کدی که بچه ها دارن و دوستان بیننده باید به بچه ها رای بدن، مثل همیشه ایستادن میلاد بهرامیان نفر اول، نمره مربیان بزرگوار آقای کریمی. میلاد بهرامیان بیشترین امتیاز رو داره؟ نه به ترتیب همین جوریه، به ترتیب یادت شما سر شیخ الاسلامی گفتید که از بالا به در حال این کارو نکردی توی پنج شب فینالمون به ترتیب عدد. نه پنج شب و دو شب نداره، یادتون باشه اینو. اینا بله. باید پخش بشه که بله. آقای شیخ الاسلامی بدون معذرت شماعت کردم و بدون شما شخصا این کارو بله از خودت قانون در آوردی بله. از بالاش به پایین شروع کردی بله. شیخ الاسلامی حالا آقایون مربی ها رأی دادن عزیزم برای ما درود. ولی حرکت شما برای ما اصلا پسندیده نبود. درود بر شما. بریم برای میلاد بهرامیان عزیز. نفر اول کد 1 6 7 6 8. چرا آقای عزیزی 6 برای میلاد؟ با توجه به آیتم ما امتیاز دادیم دیگه. چون تو آیتم آخر 5 رو فقط تونست بگیره، در حالی که میتونست امتیاز بیشتر بگیره. فوتبال یکم اول یکم امروز امتیاز نگرفت. نه یعنی روز بعد میلاد بود دیگه و طبیعیه. نفر دوم مهدی پوردرعلی عزیز 6 و 7 و 7 و 8. قطعا آقای کریمی هم به خاطر عملکرد ضعیف مهدی پوردرعلی امروز 6 دادیم دیگه. هر چقدر که ما حمایت کردیم به خصوص از این دوتا، هر چی حمایت کردیم برعکس بود. هممون حمایت کردیم، دلمون می‌خواست که اینا بیان بالاتر، رقابت جذاب بشه، خودشون نخواستن، رأیشون هم همینه. درود در شما. مرتضی سجادی عزیز نفر اول جدول ما 10 10 9 و 10. 39 امتیاز، امتیاز بسیار خوبی است آقای جباری. من فکر می‌کنم که مرتضی جزو کسانی هستش که خیلی خوب خودش رو کنترل می‌کنه، یعنی احساسی نمیشه، احساساتی عمل نمی‌کنه، خیلی به خودش سعی میکنه تا جایی که بشه استرس وارد نکنه و میاد کاراشو میکنه و میره. من خودم همچین برداشتی همیشه از عملکرد مرتضی دارم. مرتضی واقعا تمرکز داره و تماما حواسش هستش که حرف ما رو گوش بکنه و من حاشیه‌ای اصلا ازش ندیدم. اگه جایی میبازه یا نمیدونم میبره، خیلی بالا پایین نداره. خیلی به نظر من این فعل خواستن برای آیتم خوب صرف میکنه و تلاشو انجام میده. من خیلی ازش راضیم، واقعا خیلی خوب کار کرده. آقای بزیک مرتضی فکر کنه که رقیب کهریزی و سفری در حال ایجاد بزرگترین حسن مرتضی اینه که خیلی انگیزه داره، یعنی واسه هر آیتمی که میخواد انجام بده انگیزه خاصی داره. من تبریک میگم بهش و فکر کنم که خیلی هم خوب بوده تو این چند. درود بر شما. امیر حسین شخص سواری عزیز 10 و 10 و 2 تا 8، امتیاز عالیه به نظر برای امیر حسین و مطمئنم که امیر حسین مزد تلاشش رو گرفته که تا به اینجای برنامه هم تونسته خود پا به مستطیل سبز داره و رقابت میکنه. نظر ما باشه واقعا دوست نداریم ادامه بده، اما خودش داره مرحله اینجا خودش اصرار میکنه که باشه، اما با پنج تا بخیه که کف پاش از جایی هستش که همیشه درگیر هستش. مثلا بازی فوق العاده ای انجام دادش با عباس کهریزی، یک در مقابل یک و فکر میکنم که اگه این اتفاق نمیافتاد جاش میتونست با سفری عوض بشه. کسایی بود که خودشو میتونست برسونه. درسته. به به نظر من اگه قرار بود درست بهش امتیاز بدیم، مثل بهرامیان به نظر من مثل میلاد امتیاز 6 7 یا 6 و 5، چون 3 تا 5 و 1 0 داشته برای عمل کرده این قسمت، ولی به خاطر اینکه با این پاش میاد تلاش میکنه یک در مقابل یک مقابل کاریزی بازی کردن خیلی سخته، این نظر شخصی منه، و میاد حتی یه گل هم میزنه، تلاشش هم میکنه، خوبم بازی میکنه، به نظر من قابل تقدیر و بهش همه امتیاز بالا دادن. بله 2 تا 10 و 2 تا 8 داشته. علیرضا سفری که یه برگشت بی‌نظیر داشته 4 تا 10 و 40 امتیاز. آقای کریمی یه بازیکن شروع متاسفانه بعد و انشاءالله که پایان خوب. حالا هنوزم ما قسمت‌های بعدی و بخش‌های بعدی رو داریم. روحی روانی چه تأثیری داره این عملکرد بچه‌ها که روز به روز میان، چون اسمش روشه، مرحله نهایی مسابقه فینال. حالا من فکر می‌کنم که با آقای سفری دو سه بار من دیدم، آقای بزیک و آقای عزیزی، بعضن هم خود مشتبه ها باش صحبت کردم. الحمدلله صحبت و نصایح و راهنمایی های مربیان مثبت واقع شد و تونست برگرده. خودش هم تلاش کرد، مستحق گرفتن 10 امتیاز بود. درود بر شما. و نفر آخر عباس کهریزی 1 10 آقا فیروز و 3 تا 9.
37 امتیاز. توقع شما از عباس کعریزی خیلی فکر کنم بیشتر از اینها بوده آقای دزی. فکر کنم که عباس دیگه اون بدنش تقریبا خالی کرده و این دو روز دو هفته آخری که مسابقه داشت فکر کنم خیلی تمرکز لازم رو نداشت، ولی مطمئناً هیچی از ارزش‌های عباس کم نمیشه چون بازیکن فوق‌العاده و من بارها هم گفتم استعداد ناویه. آقای مشتاق جباری، رقابت دو تا از بازیکن‌های آقای بزیک با سجادی، صفدی و کعریزی. خب عباس فکر می‌کنم که کلاً تو مسائل تکنیکی یکم ضعف داره، تو ضربه زدن‌هاش و یه مقدار کار با توپ رو پای زدن، این باعث شده که توی آیتم‌هایی که می‌تونه جبران کنه مثل سفری نتونه اون فاصله‌شو حفظ بکنه، ضمن اینکه خب تمرکز بالای سفری هم باعث شده که این اختلاف رو کم بکنه و فکر می‌کنم که رقابت برای دوم شدن الان بین این دوتا خیلی حساس باشه، خیلی سخت و بعید میرسه به نظر میرسه به مرتضی برسه. حالا نمیدونم چی بگم. خب دیگه ما هر چی تلاشمونی کردیم که رای جمع کنیم دیگه، اگر رای نیاوردن هم ندارد. ستاره های ما به رای شما نیاز دارن. وبگاهمون ستاره برتر داتای آر هست، از طریق آی گپ ارسال عدد 3044-27 همه را نصبش بکنید و به راحتی به بچه ها رای بدید، چرا که اونها میتونن توی جدول با رای شما با رقابت بسیار جذابتری ستاره ساز رو جنبال بکنن و انشالله که همشون بتونن برای آینده فوتبال کشورمون یه ستاره باشن. ما هستیم، شما باشید و در نهایت شما هستید که ستاره های مایید. وقتتون بخیر، ایام بتام.